اینجا کابرگوسک، کمپ پناهندگان سوریه‌ای، مأمن بیش از 10,000 انسان. مردمانی که تصور ذهنی و خیالاتشان از شهر و روستاهایی که از آن گریخته اند با واقعیت ویران و جنگ زده امروز فاصله زیادی دارد. همچون آوارگان دیگر جنگ، پناهندگان کمپ کابرگوسک نیز در گذشته خود میزیند و به آینده میاندیشند. شاید معلمان بدون حقوق این کودکان در مدرسه کمپ نیز صرف فعل زیستن در زمان حال را بدانها نمی آموزند. در کابرگوسک اسباب بازی کودکان قطارهای بی‌مقصدی است که واگن‌های پلاستیکیش پر از خالی‌اند. این پسر بچه ها هم که پس از یک مسابقه نفسگیر فوتبال مناقشه می کنند، هر یک نامی از بازیکنان به نام دنیا را برای خود برگزیدند. هویت‌های خیالی و خوش احساس برای رهایی از فضای جنگ و آوارگی. سیدالی یا مسی؟ تو مسی یا سیدالی؟ یا کمیسی؟ تو یا کوکی؟ از اک ریال بدید کاسیاس. تو مسی؟ تو کاسیاس؟ چامی. نیمار. اوکی، راست. اینجا برای مردها کاری نیست. سازمان‌های دولتی و نهادهای خیریه تأمین مایحتاج اولیه آوارگان جنگ را بر عهده گرفتند. و قاعده ساکن آن دینه و شغل نینه و ظلام بطالن و نخواشی زحف بینه و بیجه بچه ایش بکنه و بطاله. ای والله مانه نینه ایش نینه چجی نینه مانه اختابه بشغل. مردها با بازی تخت نرد سرگرمند. مسابقه ای که شاید تمرین خوبی برای پذیرش برد و باخت ها در آینده باشد. آوارگان کابرگوس به وضعیت بهداشت و آب آشامیدنی معترضند، ولی شرایط را آنگونه که هست پذیرفتند. با همه سختی ها آن سوی کمپ یک زوج سوری با کمک های مردمی مراسم ازدواج خود را جشن گرفتند. آوارگان کمپ میگویند پس از آواره شدن نخستین بار است که لباس نو به تن کردند. رقص و موسیقی در کنار آوارگی و جنگ تضادی ملموس است. اما عروس داماد میگویند زندگی زیباست و روزی داستان جنگ را برای فرزندانشان باز خواهند گفت. شپول عباسی، کمپ آوارگان کابرگوسک، صدای آمریکا.